درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه 16 اردیبهشت ماه، شروع هفته با رنگ قرمز برای همه بازارهای دلار، سکه و بورس آغاز شد. همونجوری که میبینید امروز طلا هم 1.39% منفی بود و سکه حدوداً 1%، تتر هم که در حوالی 61 هزار تومان میچرخه و بورس هم نتونست انتظاراتی که داشتیم را در اولین حرکت خودش در هفته برآورده بکنه و یه جورایی تعداد نمادهای منفی هم تعداد زیادی شدن، مخصوصا از ساعت 10 به اون طرف. ابتدای کار استارت بد نبود و حدوداً ساعت 9:30 که من نگاه کردم تعداد نمادهای سبز خب بیشتر از تعداد نمادهای قرمز بودن، ولی از ساعت 10 به این طرف اوضاع برعکس شد و همینجور تعداد قرمزها بیشتر شد که میبینید در نهایت هم با اختلاف 565 به 241 کار تمام شد. صفحه خرید و فروش هم که تقریبا پایا پای با هم پیش رفتن، در آخر کار 53 به 52 کارشون تمام شد. نمودار تحرک قیمتی هم که باز به نفع قرمزها تمام شد. سرانه خرید هم که ابتدای بازار تقریبا با 3-4 میلیون اختلاف نسبت به سرانه فروش پیش میرفت، در نهایت به اختلاف زیر 1 میلیون تومان رسید و خب در این قسمت هم میشه گفتش سبزها نتونستند خودی امروز نشون بدن. ورود پول حقیقی هم که میبینید تقریبا تا ساعت 10:30 به بورس مثبت بود و حدوداً ساعت 9:39 در حال این احتمال میرفت که امروز ورود پول حقیقی را داشته باشیم، ولی همه چیز تقریبا میشه گفتش که از ساعت 10 به این طرف برعکس شد و تعداد نمادهای مثبت و منفی را هم که میبینید 72 منفی ها 28% فقط مثبت ها، که البته اغلب منفی ها در محدوده ای حالا 0 تا منفی 1 بودند. 224 نماد در این قسمت قرار گرفته و البته بیشترین مثبت ها هم تو 0 تا مثبت 1 بودند، تا منطقه خاکستری ما امروز بیشترین نمادو در خودش جای داده باشه. ارزش معاملات خرد باز هم کمتر شد و از 3.9 هزار میلیارد به 3.8 رسید متاسفانه، که خب مقدار بسیار کمی هستش. 210 نماد میبینید که از مثبت به منفی رفتن، که خب واقعا تعدادی مقدار زیاده و نشون دهنده اینه که فعلا بورس اون توان لازم برای بالا اومدن را با این تعداد نمادی که یهوی از مثبت به منفی میدن نداره و 67 نماد هم که از منفی به مثبت مهاجرت کردن. خب خبر مهم این که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفته که دنبال این هستیم که شرکت‌های بورسی حداقل هر 3 سال یک بار تجدید ارزیابی بشن که این محرک مناسبی برای بازار سرمایه بشه. خب میدونید که در حال تجدید ارزیابی همیشه وقتی در یک نمادی اتفاق میفته احتمال ارزشمند شدن اون سهم خیلی بالا میره، به خاطر اینکه یه جورایی میشه گفت ارزش زمین ها و چیزهایی که داشته تو اون مدت به روز میشه و میتونه تاثیرگذار باشه. اگر واقعا این قضیه سریعتر اتفاق بیفته ما شاهد بخره شاید یه تکونی در برخی از نمادها به زودی باشیم. تجدید ارزیابی هایی که چند ماهی پیش تا حالا البته حرفش بوده هنوز به جایی نرسیده و کار سختی هستش. حالا من نمیدونم چجوری میخوان هر 3 سال یه بار این کار انجام بدن، الان 1 سالی هستش فقط مثلا حرف تجدید ارزیابی یکی دوتا نماد بزرگه و هنوز کارشناسی ها و بازرسی ها ایناشون شاید چندین ماه و حتی شاید سال طول بکشه و نه هر 3 سال یه بار میخواد یه همچین کاری انجام بگیره. البته خب امیدواریم واقعا یه شیوه هایی بیاد که این اتفاق بیفته. نرخ بهره بین بانکی هم یه کاهش 0.1% داشته که خب فعلا تأثیری بر بورس اینها نداره. تورم نقطه به نقطه هم به کمتر از 35% گویا طبق به اصطلاح خبر جدید رسیده. خب اگر به نمودار بورس نگاه بکنی شاخص کل فردا 17 اردیبهشت و سال روز ریزش بورس به علت اون خبر پتروشیمی‌ها که مخفی شده بود هست.
و بعد از یک سال همچنان بورس نتونسته به عدد اردیبهشت پارسال خودش 16 اردیبهشت یعنی دقیقاً چنین روزی 16 اردیبهشت 1402 میشه گفتش که شاخص کل یک سقف زده بود و به تقریباً 2,545,000 رسیده بود و از فردای اون روز یعنی 17 از این سقف بازگشت کرد و هنوز بعد از یک سال نتونسته به اون سقف دسترسی پیدا بکنه. البته در حال حاضر هنوز از روند صعودی خارج نشده بورس در شاخص کل و همونجور که مشاهده میکنید ما منطقه مهم حمایتی نیم فیبو و 0.61 فیبو رو هنوز داریم، یعنی این منطقه بسیار مهم هست. این اگه از دست بره بعدن احتمال نزولی شدن شاخص کل وجود خواهد داشت و یه جورایی مجددن بایستی اینقدر انتظار بکشیم تا دوباره یه خبری اتفاقی بخوره، یه ضربه شوکی چیزی وارد بشه که دوباره راه بیفته، وگرنه فعلا هنوز چیزی از دست نرفته و امروز هم اول کاری مقدار مایه امیدواری شد بازگشت ها، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. شاخص هموز هم فعلا میبینید که گویا معطل اینه که ببینه شاخص کل چه اتفاق میفته و اگر شاخص کل نتونه در اون نقاط حمایتی بازگشت داشته باشه احتمال ریزش شاخص هموز حتی تا این حدود یا این حدود هم وجود خواهد داشت. اینم از نقشه تقریبا خاکستری امروز که میبینید اغلب نمادها تو گروه های مانند پتروشیمی، فلزات اساسی، خودرویی امروز رنگ خاکستری دارند و شاید برخی از گروه ها مانند این گروه فقط باشن که گروه رایانه بود که امروز تقریبا چند نماد سبز خوب درش دیده میشد و انبوه سازی هم چند نماد سبز درش دیدیم، اگر نه بقیه این گروه ها اگر هم نماد سبزی داشتن خیلی با حجم زیادی امروز مواجه نبوده. بیشترین ورود پول حقیقی هم به نمادهای وتوس، توسن، قبشهر، دارایکم و هتاید بوده. بیشترین خروج از اهرم، شستا، سیمانو، خساپا و به ملت و شپنا اتفاق افتاد و بیشترین جذب پول حقیقی هم گروه انبوسازی رایانه، همون دوتایی که بهتون گفتم الانه در صدر به صلاح نمادهای بزرگ سبز قرار دارن داشته، بعد هم مواد غذایی حمل و نقل. بیشترین خروج هم از صندوق‌ها بانکی، فلزات اساسی، نفتی و پتروشیمی، یعنی همه شاخص‌ها امروز می‌بینید که مجدداً خروج پول رو ازشون اتفاق افتاده و حالا روز خوبی را نداشتن. بیت کوین در حدودای 64,000 دیروز قرار گرفت، دیروز بعد از ظهر، در حال حاضر 63,695 تومان و بعد از اینکه تقریباً چند روز گذشته 56,000 رسیده بود یه بازگشتی رو درش میبینیم، 3,887,000,000 تومان قیمت هر بیت کوین در حال حاضر معامله میشه. یه نموداری هستش از بازگشت نقدینگی به بازار آمریکا که حالا این نمودار رو تو اینستاگرام ویدیوش رو درست میکنم براتون میذارم امروز و جالبه که ببینید بعد از تقریبا مدت چندین ماه که دارایی های نقدی یه جورایی تو آمریکا فریز شده بود و حبس شده بودن در حال آزاد شدن هستند و همین قضیه باعث افزایش قیمت بیت کوین شد. این میتونه روی فلزات اساسی، روی طلا و بقیه چیزها تاثیرگذار باشه. یه جورایی آمار بد بیکاری آمریکا هم قضیه رو تشدید میکنه که امیدواری ها در ارتباط با کاهش نرخ بهره بیشتر بشه و همین اخبار و آمار باعث شد که بیت کوین هم یه تکونی بخوره. در هر حال شاید روی بورس هم در آینده نزدیک تاثیرگذار باشه این اخبار جهانی و مخصوصا برای آمریکا. بعد بقیه کشورها هم گویا قراره که نرخ بهرهشون رو شروع بکنن، انگلیس که احتمالاً زودتر از آمریکا اتفاق بیفته. برای آمریکا شهریور ماه رو فعلا پیش بینی میکنن اغلب کارشناسان و حالا احتمالش داره قوی تر میشه با این آمار بعدی که از نرخ بیکاری داشتیم. البته خب ماهای بعد هم ملاک خواهد بود. همونجور که مشاهده میکنید سه نماد الگو ساعتی امروز بیشتر نداریم
و 6 نماد هم برخلاف الگوی ساعت بودند و آخرین قیمتشون بیش از 3% نسبت به پایانی کمتر بود. همینطور 6 نماد الگوی پوشای سعودی در برابر 13 نماد به الگوی پوشای نزولی مشاهده میشه. کیمیا و خیکومک الگوی ستاره صبحگاهی زدند، 8 نماد با الگوی سکلاق سیاه و در این قسمتی مقدار کاهش را مشاهده میکنیم و 8 نماد فقط هستن که سکندل قرمز متوالی دارن. البته در طرف مقابل هم وضعیت جالب نیست و فقط 3 نماد هستن که الگوی 3 سرباز سفید یا 3 کندل سبز متوالی را داشتن. یه جورایی حالا این دو روز اخیر نمادها که در خاکستری بودن دیگه یه جورایی نه کندلا خیلی سبز نه قرمز و اغلب نمادم اون وسط ایستادند. 12 نماد امروز حجم معاملاتشون نسبت به 20 روز اخیرشون 4 برابر بیشتر بود. تنها 3 نماد کف کانالی کندل مثبت 5 داشتن، 2 تا در گروه رایانه و 1 دونه دارویی. 12 نماد کف قیمت و حجم مشکوک رو امروز تجربه کردند و تنها 5 نماد در کف قیمت کندل مثبت 2 خریدار و حجم ظاهر شدند تا یه جورایی آمار فیلترهامون هم امروز مانند آمار این صفحه که در حال نمودارها و بقیه قسمت‌ها رو نشون میداد جالب نباشه و میشه گفتش که امروز سبزها هیچ حرفی برای گفتن نداشتند و حالا همه امید به اینه که روی حمایت‌های فیبو شاخص کل بتونه برگرده، به خاطر اینکه بسیاری از نمادها در قیمت‌های بسیار پایین قرار گرفتن و خب یه جورایی دیگه بیشتر از این بخوان پایین برن جایی نداره برای پایین رفتن و خب اگر شاخص بخواد پایین بره مستلزم این بود خواهد بود که نمادهای بنیادی و نمادهایی که تو این مدت یه جورایی رشدهای خوبی رو هم داشتن اونها دیگه بیان پایین و یه ریزش اساسی داشته باشیم. در این صورت که خب امیدوارم این اتفاق نیفته و از همینجا بتونه شاخص کل مجددا بازگشت رو تجربه بکنه و روزهای آینده خبرهای خوبی رو براتون داشته باشم. ارزش دلاری بازار هم در هر حال به 157 میلیارد دلار رسیده که در برابر پارسال دقیقا در همین روز که بالای 220 میلیارد دلار بود ببینید که چقدر کاهش را در یک سال مشاهده میکنیم و حالا از نظر دلاری بورس بسیار عقب هستش. یعنی یه چیزایی شاید قیمت ها بایستی به اندازه یک سوم چیزی که الان روی تابلو هست حداقل بالا بیاد تا فقط به قیمت پارسال خودشون از نظر دلاری برسن. مثلا اگر یک سهمی الان قیمت 300 تومن روی تابلوه بایستی 400 تومن باشه تا تازه هم قیمت پارسالش بمونه و حالا بگیم که میتونه برگرده حداقل به قیمت پارسال خودش. میبینید که جای رشد وجود داره ولی خب فعلا خبرها و اعتماد، بهتر بگیم اعتماد سازی ها، مخصوصا تو بحث حالا خبرهای جنگی که چند وقت داشتیم خیلی بازار رو به هم ریخت و اصلا چیزی که ما فکر میکردیم اتفاق نیفتاد در بعد از عید. خب دیگه دلیلش رو هم روشنه و همتون میدونید. حتی رسانه‌های سعودی گفتن اگر موانع جدید ایجاد نشود توافق میان حماس و اسرائیل قریب الوقوع است و خب امیدواریم با این گونه اتفاقات یه مقداری از خبرهای جنگی کمتر بشه و اون موقع هستش که ما میتونیم با خیال راحت‌تری به سمت جلو حرکت رو داشته باشیم. ممنونم که توجه کردید. منتظر نظرات خوبتون راجع این برنامه هستم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.